سلام، با 180 ثانیه پنج شنبه 16 اسفند ماه همراه ما باشید. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، از وقوع فرونشست در 300 دشت کشور خبر داد. او گفت شهر تهران سالی 35 سانتی‌متر فرونشست دارد. این در حالی است که به گفته شهیدی در اتحادیه اروپا 4 میلی‌متر فرونشست را مخاطره و بحران به حساب می آورند. امروز پنج شنبه فرهنگیان و معلمان شهر مشهد در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالباتشان از جمله آزادی زندانیان سیاسی، افزایش حقوق و تأمین بیمه اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند. ما از درد اومدیم اینجا، از خوشی نیست. این سکوت های چند ساله رو بشکنی، خواهش میکنم. چیزی برای از دست دادن نداریم. فرهنگیان و آموزگاران کرمانشاهی نیز امروز پنج شنبه مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. آنان شعار سر دادند: تضعیف فرهنگیان خیانت است به ایران. تضعیف فرهنگیان خیانت است به ایران. تضعیف فرهنگیان خیانت است به ایران. اتحادیه اروپا با تمدید تحریم‌های حقوق بشری علیه برخی از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. این لیست شامل برخی قضات دادگاه انقلاب، اعضای سپاه پاسداران و تعدادی از مسئولان زندان هاست. دومین روز تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و وضعیت معیشتیشان امروز پنج شنبه در مقابل استانداری البرز انجام گرفت. این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی. این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی. این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی. محققان شرکت آمریکایی مایکروسافت میگویند هکرهای ایران در 2 سال گذشته با حمله به حدود 200 شرکت و نهاد دولتی در جهان صدها میلیون دلار خسارت وارد کردند. خوان گوایدو از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های اقتصادی بیشتری علیه حکومت نیکولاس مادورو اعمال کند. او با اشاره به اخراج سفیر آلمان از ونزوئلا ابراز امیدواری کرد اتحادیه اروپا پاسخی در خور به این اتفاق دهد. وبسایت فیلم و سریال نتفلیکس حق اقتباس و ساخت یک مجموعه تلویزیونی از معروف‌ترین رمان کشور کولومبیا، 100 سال تنهایی، اثر گابریل گارسیا مارکز را خریداری کرده است.